بیشتر بیشتر. دیشب تا صبح نخوابیدم، یه چیزی تو سرم مثل توپ میکوبه. دوات هم میخوری؟ مرتب، ولی انگار نه انگار. دو سه روز خیلی ضعف دارم. باید غذاهای مقوی بخوری الفت جان، اعصابت هم خورد نکنی. چی بگم؟ ولی آی دکتر، این درد راست راستی کلافم کرده. همش یه صداهای عجیب و غریبی تو کلم میپیچه. زیاد سرفم. خودم هم نمیفهمم چه. یکی دو تا شربت و قرص دیگه تست بزنیم ببینیم چی میشه. دوای بیمه همیناست دیگه. چیکار میشه کرد؟ راستی چیکار میشه کرد؟ چیکار میکنی تو؟ تعمیرگاه سیار باز کرده. یه درستشون دفعه دارم باید یه قطعه قابل ندارم بازم اشکال پیدا کرد بیارش. بسته دیگه الفت جان، اونو بذار برای دسرت. باشه بریم نهار دلزفه گرفتیم.
باشه. اومدم. بی زحمت موازه با اتاق من باش، ممکنه دیر برگرد. خیالتون راحت باشه، نهار در خدمت باشیم. آقای باقری شرمندم، دوستان منتظرم. یاد ما فقیر فقران باشیم. اختیار دارید، با اجازه. خدا یه جا شانس بده. بریم. دست نگه دارین، دست نگه دارین. چشماتون رو ببندین، فکر کنین جای آقای باقری. الان توی رستوران بالای شهر میونه چند تا فرنگی نشستی. باز رفت رو صحنه. یه استیک آب دارم جلوتون. خب تو حسه کار ادارم بیخیالش، بهادری هواتونو داره. نه که خودت کم جیم میشی. حداقل من این معرفت رو دارم که با دو تا بلیت نمایشم از خجالت دوستام در بیام. ولی از این روزا بدجوری میپادش. من و تو از رئیس بترسیم یه چیزی، ولی اون تا تقی به توقی بخوره میره تو همون شرکت خارجی و تموم وقت کار میکنه. راستی شنیدم بچه هاشم فرستاده خارج. چرا که نه، میگن حقوقشو به دلار میگیره. خوش به حالش، هرچی دلار بره بالا اون حقوقی زیاد میشه، ما خرجمون. یه هو صبح اخاپو میشی میبینی دست رو هر چیزی میذاری قیمتش سر زده به فلک. تو اینو میگی؟ هفته پیش رفتم شهرک سر ساختمون، میبینم هنوز شیشه رو ننداختم. میپرسم چرا؟ میگن پیمانکار شیشه دبه کرده که دلار کشیده بالا، به قیمت قرارداد نمیسرد. تو چه پارتی بازی کردی و صابونه شدی؟ منم اون کی دارم بازنشسته میشم و یه متر زمینه واسه مردن ندارم. خبر نداری لیست فاز جدید رو کی اعلام میکنن؟ گویا تا یه ماه دیگه عراضی شهری جواب میده. این دفعه هم چشم آب نمیخوره. نه دیگه، ایشالله این دفعه اسم همه تون در بزرگ نمید بهار میاد. شما مخواست حساب خودتون رو نشون بدید؟ بالاخره ما متصل میکنیم. آی حسینی، پرونده شرکت نوکار بده ببینم. چشم. اگر طبق پرونده حق با شما باشه، تمام مبلغ رو من نقدم پرداخت میکنم. به جنبید، روغن داره تمام میشه. بالاخره به اون دوست تو تعاونی مسکن زنگ زدی. به جون خودت هم دیروز با حرف زدم. حالا اونم یه قولی داد، ببینیم چیکار میکنه. راستش تو که غریبه نیستی، بد جوری حیرون موندم. هر دری میزنم جور در نمیاد. از یه طرف خرج کمر شکن، از اون طرف اون ساختمونه بدبین. میدونم، من خودم هم دستم تو خرج دیگه. منتها تو هم باید برای بعد از ظهر به فکر کار دوم باشی. رفتم دنبالش، کار مناسب پیدا نکردم. ای بابا، کار کاری دیگه. خدا شاهده دلم میخواد کار کنم، ولی آخه هر کاری ازم بر نمیاد. اونم با این در. شما کجایی؟ واقعا تمام شد. ای جا. روغن تمام شد. هر کی باطی میخواد وایسه. روغن فردا دوباره میاد. دوباره فقط باطی، باطی بزرگ کوچیک بوده باشه. ما روغن میخواستم. فقط باطی داریم. باشه روغن تمام. من باطی میخوام آقا. باطی آقا فقط باطی. تو باطی میخوای چیکار هفته پیش کرده؟ بچه‌ها مصرف میکنن. بلا باشه به ما برسه تمام بشه برام. باطی قربونت بریم. دست درد نکنه. درد نشه من بده.
دلار مارج می‌کنم. آقا میرسه دلار فون. مارکو دلار فون. مارکو دلار. دلار مارج می‌خرم آقا. سلام علیکم و تحقیقا. این قبض آقا چی هست؟ یه اتوی سیاه. اونه نه؟ آه بله بله خودش. یه قطعه کم داشت امروز گیر آوردن. نیم ساعت دیگه هم کار داره. میخوای دور بزنین؟ نمیخواین هم فردا بیه؟ پس لطفاً این هم یه نگاهی بود. چشه؟ کار نمی کنه. دیگه سالمه؟ سالمه؟ عجیبه. فکر کردم کار نمی کنه. یعنی این کار نمی کرد. خیلی خوب. پس من یه چرخی می زنم نیم ساعت دیگه برمی باشه.
تومن گرگان. سلام کریم آقا. ماشالله ستاره سهیل شدی. همچه آسه میره این آسه میری که هیشکی نمیبینه تتون. والا گرفتارم ولی این حرفا چیه؟ همه گرفتارن. هی به زری خانوم میگم به آقاتون بگو یه تو کپا بیاد بالا مرد و مردونه حرفامونو بزنیم. خودشو میزنه به اون را. حتما خدمتون میرسم. الان سرم خیلی درد میکنه. بده من. نه نه خودم. ببینیم ما تعریف کنیم. دکتر رفتی؟ آره. چی گفت؟ هیچی دوا همو عوض کرد. چی خبری؟ چی اینه گرفتی؟ چیزی نیست. بده بچه ها بخوره. اتو رو گرفتی؟ نه حاضر نبود. اصلا چیه دوستکی؟ این ریشتراش رو فکر کردم خرابه. باشی خریدی؟ از مادرتون بگیری. احمد بیا. راستی صمد آقا گفت با کوپن 131 قند و شکر میدن. زود برو بگیر تا تموم نشده. $100 $50,000 بابا گشت پیدا کردی نمه پفک خریدی؟ نه بابا چیزی پیدا نکردم. برو برو مشقاتو بنویس. زری یه لیوان آب بده من. زری چی کار داری میکنی؟ چادرمو دارم برمیدارم. چی مگه؟ چی؟ سرم سرم داری میترکه. یکم دراز بکش تمام بیا. سر صدا نکنی بچه ها. بالاخره دکتره نگفتین سردردت مال چیه؟ نه فقط دواها رو روم آزمایش میکنه. زرده ببینم ات چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چشات خسته شده. دیگه نمیخواد انقدر کار کنی. لازم نیست. نه اصلا لازم نیست. آه حرفا میزنی تو. نوره دونه 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 کن جور جور فکر منی دونه کن جور جور Ha 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 ha.
میکنی؟ احمد، بی ببینم. بی احمد جان، امید کو؟ فتران چی؟ بیا بابا، اینم مال تو. بابا حقوق گرفتی؟ بریم پی کارتون بد جنسا. آقای باقری، شما دارین تشریف میبرین؟ میامدم اتاق شما. خیلی خوب، ببخشید من یه سوالی داشتم. بفرمایید. میخواستم اینم شما چطوری برای بچه ها عرض میفرستید؟ چطور میگی؟ هیچی، میخواستم اینم کارنامه ارزی دارن. کارنامه ارزی؟ بله داشتن، ولی چون رفتم سر کار دیگه احتیاجی نبود. یعنی پس دیگه ارز نمیخوان؟ دلار. نه نه خیر. چرا سوال میکنی؟ هیچی، یکی از فامیلامون یه مشکلی داشت، من وارد نبودم، گفتم از شما بپرسم. بله متاسفانه من زیاد وارد نیستم. معذرت میخوام. باشه باشه، شب یه نگاهش میکنم ببینیم چی کارش میکنه. بادری، تعجبم چرا کمپانی سونی تو رو تا الان نرسیده. امضاش کن برم. چرا وسایل سونی؟ آی بادری، تو که هستی داوری جان، اگه کار فوری پیش اومد خیر باشه. کجا؟ یه کاری دارم الان برمیگردم. سعی میکنم زود برگردم. حواسم هست. با اجازه. قربان شما. دروغ نگم با هم قرار داشتم. شاید هم میخواد دست زلفت رو تو اون شرکت خارجیه بند کنی. Look at that.
شما همینجا بمونید. برق نیست. کجاست؟ سرش درد میکرد خوابیده. میخواییم بیدارش کنم. سلام بچه های لاغر شده دایی. از بس زندر کرکم سلطان میگه رزی رزی بازیشه که نیست. برین تلویزیون تماشا کنی. دایی باش با کدوم بر؟ بچه ها ساکت بفرمایین. تازه دمه خودت تو زحمت ننداز آبجی. اختیار داریم. چرا مثل غریبه ها حرف میزنی؟ والا اینو دیگه باید از آقا مرتضی پرسید. بعد میگم آبجی من میدونم به شما سخت میگذره ولی بالاخره امسال نشد سال دیگه نشد یه سال بعدش بالاخره بهتون خونه میدم ولی من با یه زن و سه تا دختری در این بخش چی کار بکنم؟ چی کار کنم؟ اگه شما هم یه روز فقط یه روز با این کریم آقا و خروسش زندگی میکردی میفهمیدی ما چی میکشیم. تازه این فکر رو از اول خود آقا جون تو سر مرتضی انداخت. آقا جون یه بر قضیه رو میبینه من هزار برشو خیال میکنه با پول یه خونه کلنگی هم خودش دو مرتبه صاحب خونه میشه هم من هم تو. مگه نمیگه پولش رو سه قسمت میکنه؟ خب شما میتونین با پولش خونه رهن بکنی. تو هم که حرف شوهرتو میزنی. درسته که من تو اون خونه زندگی میکنم ولی حرفم چیز دیگه است. دو روز دیگه دو مادار میشم نمیتونم برم خونه دیگرون کرایه نشینی بکنم. خلاصه من به خاطر خودش میگم دلم نمیخواد از روی نادونی کاری بکنه که همون تو هشن نیفته. بچه ها کلای منو بده میخوام برم. دایی جو داری کار نمیکنی. احوال آقا کریم والا اگه این دماغ شما حالی برای ما بزن. درست میشه شما باید روایت شده بکنی. دیگه من نمیدونم چی کارش کن. خب آبجی روز جمعه یادت نره. این الفت دیگه اون الفت دیروز نیست. پول شما رو بخورید. دوست باشید مدرسه‌تون دیر شد. وایسا ببینم مرد حسابی. من میخوام بفهمم اصلا حرف حساب سرکار چیه؟ کرایه‌تون عقب افتاده اضافه‌ش هم از سه ماه پیش حساب میشه. بسیار خوب. چقدر باید بدم؟ هر چی میگم بیا بشین حساب کنیم. خرج گرون شده. کرایه این خونه‌م به نرخ روز گفتم چقدر باید بدم؟ یک کلوم 17500. یعنی چه؟ هرچی اون میگه تو هم میگی باشه. آخه از کجا؟ خانم چرا نمیذارین قضیه مرد و مردونه حل بشه؟ مرتضی با تو هم اگه محل نداشته باشه. حالا میبینید که داره. ببینیم و تعریف کنی. بهتر شدم. همش مال هوای کثیفه.
سلام صبح بخیر میگفت بهتر افراد محسن امروز از خونه بیرون نیان. این رادیوم که صداش از جایی گرم در میاد. درد کارمند جماعت از بیپولیه نه هوا. من یه جور، تو یه جور، اون یه جور. بهتر شد داوری مرخصی من رفت لحظی بیر تو امروز چیته؟ چیزی نیست من کار دارم لطفا آی بادری باقری جان نگفته خوندم شرمندم باشه باشه نه پونده باشه 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 نه اگر گیرم اومد باید حتما زنگ میزنم به بچه ها گفتم آره آره باشه خداحافظ کنی هری نه بله شما دلار میخواید چند تا دارید دویستا دونه؟ چرا به این بچه تو خیابون ندادی؟ آخه بیشتره یعنی چقدر؟ حدود 50,000 تا 50,000 تا؟ بفهمی چیم؟ همه خواهم چایی بر بلا آقا بدیم ببینم پیش هم نیست یعنی اصلا مال من نیست مانی یکی از دوستامه یه چند رو از این صبر کنیم الو آقا مسو یه آقای 50 دلار آورده آره آقای خودش اونچولیه آره آره من فکر میکنم همون سبز کرخته باشه آره اونجایی؟ من اومدم یه چند لحظه اونجا باش اومدم حالا قربونت خداحافظ خداحافظ همه خواهم از آقا پذیرایی کن تا من برگردم راه فرار نیست مواظب باش به به احوال آبرزای گل چرا حال کردیم؟ یعنی اینقدر ما بیزاری؟ نه دیشب آدم خونه تو خواب بودی میخواستم چند کنون با هم دیگه حرف بزنی مثل دوتا دوست مثل دوتا برادر یکم حال ندار بودم میدونم زنی بهم گفت بیا بریم تو نه اینجا نمیشه بیا با تر کار دارم بیا بریم
ببین منم یه مواجب بگیر هستم این تو، ما نباید رو به روی هم واسیم. مگه چی شده؟ نمایش نده، یعنی من تو رو نشنستم؟ ما باید مسئلمون رو بین خودمون حل بکنیم، قبول نداری؟ چرا؟ راستش خودم هم فکر کردم بیام با شما حرف بزنم. سرکار استوار چیه؟ ماشین آمده، اجازه میدید بریم؟ اومدم. باشه بریم، الان که فرصت نیست، فردا که اومده کنه آقا جون مفصل با هم صحبت میکنیم. باشه؟ باشه بریم. بابا بیاین پایین میافتین دست براتون میشکنه. کجایی؟ دیگه از خل افتاد؟ اومدم بابا اومدم. بیرون از خونه ما نسق مردم رو میگیریم، توی خونه وزیر جنگ نفس ما رو میگیریم. مرد دیدم اینقدر از زنش حساب ببره. همینطور سبجایی نریز، نیت کن. شما هم پاشیم بریم. ما هم نرفتیم نمیدن کنه. یکی پیدا بشه بیا صدادونه یه جا ببره که من از دست شما خلاص بشم، بعد با خیال راحت یه فکری واسه اون ننتون بکنم. به همین خیال باشیم، من میدونم که بالاخره این ستا بی خریش من میمونن. زنم زنهای قدیمی، خدا بیامرزه اختر و سادار، یه تنه 40 سال این آشو میکن. خدا رحمتشون کن. نور بباره به قبرش. تنباکو اینو عوض کن. بله. برو رشته ها رو بیار، دیگه وقتشه. من نپخته. خب بگو مامان بیاد. قرصاتو خوردی؟ آره. من آمادم. برای چی؟ گفتی میخوای یه چیزایی بهم بگی خصوصی. نه نمیدونی، یعنی چیز مهمی نبود. ولی من باهات کار دارم. بری. پکو آتیشه. لولا باز عیب کرده. من و آقا مرتضا میریم راستاری سش بکنیم، حرفامون هم بزنیم. بریم آقا مرتضا. Thank you.
کلام از سب هر گوشش رو درست کنی باز یه بره دیگهش عیب بکنه واسه اون میرسه توی خونه خرابه موندگار نمیشدی اما ناشکرم نیستیم همین که این سب بالا سرمونه خیلیه آدم تمکار آقا مرتضا کلاش پس معرکه است کسی که حرص دنیا گرفتهش به قریبه و خودی رحم نمی کنه. بله راست میگی راست میگی من که اهل این حرفا بودم یه ها پیش اومد خودم هم موندم سر دوراهی نمیدونم یعنی فکر این بچه هم که دیگه همچی شانسی براشون پا نمیده کوکب شیر فلکه رو ببند نه با تو فکر کردی با سانس پوله این خونه فکستنه میتونه قصد بخری مرد حسابی برو تو شهر یه دور بزن ببین قیمت ها کجا رسیده آقا رزی تو راجع به چی حرف میزنی؟ تو هم نمایش میدی یا هر وقت میام این مسئله خونه رو حل کنیم خودتو میزنی به اون راه من کورشم اگه چشمم به این خونه باشه یعنی میدونی آقا رزی آقا جون خودش گفت میخوام تا زندم این خونه رو بفروشم پولشو بین بچه‌هام تقسیم کنم ما هم گفتیم خب چه بهتر ما هم صاحب خونه میشیم از اجاره نشینی خلاص میشیم والله اگه شما راضی نباشی من بیجا بکنم از حرفی بزنم بله نسبت این حرفا چه آقا مرتضا فقط باید اینو با آقا جون بگی که از صرافت فروش خونه بیفته باشه چشم میگم آقا رزی اگه شما همراهی کنی اصلا میتونیم این خونه رو بکوبیم رو هم هر نوز طبقه بشه چرا که نه دنیا رو چه دیگه آقا مرتضا راز بگی والا یعنی یه مطلبی هست که فکر میکنم گرش به دست شما وابشه مردکه خروس باز میخواه واسه پس مرگش چی میدونم والا همینو بگو تو هم هیچی نگفتی نگفتم مگه مرتضی گذاشت من حرف بزنم تون نوشت داد دستش تاریخش مالکیه فردا من بودم به دلش میذاشتم بره بانک ببینه محل نداره وای چه قشقرقی به پا بکنه نذار ببره پس تو چی کاره؟ به حمدالله سالنامه امضا شد فکر کردیم فعلا شما از فروش خونه منصرف بشی بله تا بعدن انشالله بتونیم همینجا رو بکنیم و چند طبقه بسازیم خدا کنه رزی این دیگه بذار در این صفر شد صفر شد رزی شد شد رزی خب بریم بذاریم زمین بریم حالا به سلامتی که شروع میکنیم حالا یه چیزی میگه خوب پولم اگه خدا بخواد درست میشه بگو یا علی یا علی مرتضا میتونه وام بگیره بله منم دعا کنی یه باند قاچاق ارز درست حسابی به طورم بخوره با پول حق گل کشفش خیلی کارا میشه کرد Thank you.
مرتضی چرا اینجا نشستی؟ من که خوابم نمیبره. میخوای قرصتو بیارم؟ من کوتاه نمیام، درستش میکنم. آره درستش میکنم. خب معلومه درستش میکنی. آره باشو باش بریم بخواب. باشو بریم بخواب. آقا خروسه قشنگم، جنگی شو خوشنگم، چرا یه گوشه نشستی؟ خودتو به لونه بستی؟ سلام کریم آقا. سلام. صبحی دیدم سینه‌اش خس‌خس میکنه، یکم نخود خیس کرده بهش دادم. میگم کاش بازم بهش بدم. دست شما درد نکنه. سر را که میرین بانک، اگه بدونه دیدین یکم بگیرین، براش خوبه. چشم. میگم کریم آقا. چیه؟ لابد میخواییم بگین نرم بانک. میدونستم خانم، از اولشم میدونستم که محل نداره، منتها میخوام برگش بخوره بذارم اجرا. کی گفته محل نداره؟ فقط مرتضی فکر میکنه اون روز دستپاچه بوده، شاید چکو امضا نکرده. نفهمیدم، حالا به منم کلک میزنه؟ نه خیر، بهشون بگی نگران نباشن. ببینم. ببینی؟ تو پولتو میخوای، مگه حرف دیگه هم داری؟ توف خلاص. چی شده؟ قربان تو خیابون پیلی پیلی میرم، نزدیک بود بره زیر ماشین، مشروب شدیم آوردیمش اینجا، آشنایی داد خدمت شما زنگ زده. خیلی خوب برو. آقا مرتضی تو رو خدا بگو بذارن برم. چه بلایی سرت اومده؟ کجا بودی؟ تو خیابون بودم، یهو سرم گیج رفت. پاشو با هم بریم دکتر. نه من باید برم دکتر، خودم پروندم رو میدونه. 3 سال آزگاره که رفتی پیشش، آخرش که چی؟ تو خیابون تلو تلو بخوری، حیثیت آبرومار بردی. نه من باید الان سر کارم تو ادارم باشم. خیلی خوب همینجا بشین، یه چای واسط بیارم. حالت که خوب شد خودم میرسونم. آزاده، سومال سرکار عزتیه. میدون نبود. آقا
ببخشید میدون میره؟ بله میدون آقا از این بلند میشین؟ نه عزیزم اون مرکه تره ترافیکه میدون نبود دیگه نفتیم میدون میریم تو مسیر پر میکنیم خدا کریمه نفس عمیق بکش خب بالا رو نگاه کن خوابم خیلی بده بالا؟ اصلا نمیفهمم تو خوابم یا بیداری گیجه گیجه نمیدونم چی به سرم اومده باشه الفت جان چیزی نیست تو فقط خیلی خسته ای احتیاج به استراحت کامل داری اونم نه یه روز دو روز حداقل یه ماه اونم نه اینجا یه جایی مثل سوئیس کنار دریاچه لمان صبح تا غروب لم بدی و فکر هیچیو نکنی پس این همه تورایی مسافرتی برای چیه؟ میخوای یه مستراجی برای دانیسن؟ چقدر خرجش میشه آقای دکتر؟ ناقابل حدود 30,000 دلار 30,000 ابداع داره مهم نیست بنویس آقای دکتر بنویس بنویسین آقای دکتر حالت خوبه؟ ببینم گاف صندوق بانکو زدی یا داری منو مسخره میکنی ها؟ بگی دفترچه رو مرخصی هم نخواستم داشتین؟ بله، می‌خواستم راجع به این تورا بپرسم. تور کجا؟ خارج. خارج؟ بله، خارج، یعنی سوئیس. برای خودتون؟ بله، یعنی بله برای خودم و زنم و یعنی خانومم و بچه‌هام و اینا خودم. می‌دونین که قیمت‌ها فقط به دلار. بله، دلار. بله. پس سوالتون چیه؟ خب میخوام بدونم یعنی چه جوریه هزینه هتل درجه یک در بهترین نقطه شهر با صبحانه به عهده ماست بقیه مخارج با خودتونه در تورهای یک ماه سه اکسکورژن یعنی مسافرت های کوتاه مدت در نظر گرفته شده که هزینهش تماما به عهده ماست اگه بخوایم بیشتر بمونیم چی تورهای دو ماهه بیشتر برای همه عمر شما مطمئنین برای تور اومدین؟ آخه این سوالای شما بیشتر مربوط به اداره مهاجرته. بود ولی اگه نه اینجوری این کار به سرش زده
صبح یه دقیقه ازش غافل شدم. قیبش سر چی بگم؟ چه بلای سر این بدبخت مادر مرده در آوردی تو؟ دلال عشق باید هم بپرسیم. من که کار خلافی نمی کنم. اصلا بذارین خودم براتون اصلی تا پیاز هوا ماجرا رو تعریف کنم. قضیه از این قراره که ما یه روز سوار تاکسی شدیم و پیاده اومدیم. این حرفا بود که چک بی محل بکشه. من اومدم درستش بکنم، خراب ترش کردم. حالم پاشو کرده توی یک کفش که اگه 10,000 تومن هم کرایه بدین نمیخوام. باید بریم. من میرم بالا، قدرش در میارم. شاید از خط شیطون بیاد پایین. آقا منم از اونجایی که اصلا نمیتونم هیچ آدمی رو غمگین و افسرده ببینم. دل دیگه داداش پشت سر من بیا. این همون همکارت داوره نیست که قرار بود بریم تئاتر؟ اومد سر زور نشده. آه من چیزی نفهمیدم، من چیزی نگفتم. حرف تو دهن من نزد. قرار بود چند تا کار بگیریم واسه بود. درآمد خیلی کافی آدم رو بس بس. باشه باشه. من دلم برای بشریت نمیسیزه، نمیتونم دردمندیش رو ببینم. برم به کریم آقا یه سری بزنم تا نخوابیده. هر وقت خطرناک شد بول باب زبونیش برای خوبه. آه چطوری؟ خب بستگی داره. اگر دست مشکوک نزدیک یقم بود خب کاری نداره، سبزها رو پرت میکنم تو پیاده رو طرف موتور سواری که از سر صبح پای موتور روشن وایستاده و منتظره داره ظاهرن مجله ورزشی بخونم. اما اگر خب وقت بیشتری داشته باشم میبرم میذارم زیر میز شطرنج عبدالباقی و کامویز که چیکار دارن میکنن، دارن شطرنج بازی میکنن و تو این پاساژ بغل همیشه از صبح فکر میکنن. اما نه، اگر دیدم خطر خیلی داره ناچون میشه و دراز مدته خب به یه طریق دیگه ای عمل میکنم. مثلا عرض میکنم میشه امروز زنگ بزنی برات مرخصی رد کنن. دیشب تا صبح نخوابیدی. باید برم.
چی شده؟ چی شده؟ چی شده کریم آقا؟ خروس نازنین قشنگم. چی شده؟ خروسم. چی شده؟ حالا دیگه کارتون به جای رسیده که صحنه سرقت درست میکنی. سرقت؟ از اون ور چک پاره میکنی، از این ور در باز میذاری که من فکر کنم خروس خودش رفت. حرفا چیه کریم آقا؟ چی میخواین از جونم؟ شرتونو بکنی راتونو بچین برین. چش میریم، شما داد و بیداد میری به همین راحتی. فکر کردی شر هرته؟ تا اون یشی آخرش باید حساب کنیم. باشه چشم، باشه. من امروز حتما یه کاری میکنم. من از همین الان تا وقتی حساباتو رو تصویه نکردی، نه در این خونه نرفتیم چشم. اینجا نشستم و داد میزنم. آی هوا نگاه کن، اصلا خونه رو میخرم. میخری؟ تو تو گرهش موندی؟ میخری؟ میبینی؟ ببینی ما تعریف کنی. خروز نازنین قشنگم، خروزم کی برده از اینجا؟ تو رو کی از اینجا دزدید و برد؟ در قفس از کی وا کرد؟ جون به کمان فهد، جون به کمان. میخوای اینو ببری؟ نه نه، خیالت راحت باشه. امروز دیگه تکلیف روشن میکنم. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ چرا اداره نیومدی؟ گرفتار بودم. من باید کار دارم. بیا بریم تو. حضرت جلال جلاله، بزرگ بزرگان، شاه شاهان، خلیفه هارون الرشید وارد دربار می‌شود. چرا اینجوری میکنی؟ تو پای شاهنشاه میرشینی؟ برو بابا، اینا چی هم؟ روشو ده، چرا اینجوری حرف میزنی؟ این چیه مگه؟ این مرده شهریار است. اه، انگورای شهریار مانه تو بوده خراب شده. این رفیقم که میگم آدم بی دست و پاییه. دلارا مال مادر بزرگشه که هفته پیش سکته کرد. این پیرزنه بیچاره دلارا رو چپونده بوده تو آثار بالشش که کسی نفهمه. حالا پسره میترسه سر صداش در بیاد، صد تا برسه پیداشه. خب حالا میخواد چیکار کنه؟ خب منم برای همین اومدم پیش تو دیگه. خب جون، مثل که داره عروس بزرگ میکنه، الان خلیفه صداد میکنه بابا. خب حالا چی میگی؟ چی میگم؟ همین دیگه، دلارا رو چجوری آبش کنم؟ آخ الفت جان، من از کجا میدونم؟ من دیشب خودم دیدم تو تلویزیون داشتی نشون میدادی. ای بابا، من یه روز میشم دلار فروش، یه روز خالد برمکی، فردا خدا میدونم کارخونه دار یا آبازی، دوز یا پاسبان. تو هر نقشی هم یه چیزی میگم. الان ازم بپرسی دیشب چی میگفتی یادم نیست. خوبه امروز جا خوش کردی یا پاشا دیگه، یالا زود باش تا هم کشتی مارو. من باید برم، کارم یه نیم ساعتی طول میکشه. اگه دلت میخواد میتونی بیای تو سالون بشین نمایشو نگاه کنیم. نه مزاحم نمیشم، منم باید برم. برو من خالد رو به رنز من بیاور، به روی دوتا شش من چایی تو بخور، سرد میشه. بابا تو امشب چته؟ عاشقی؟ منگی؟ این چه وضع بازی کردن آخه عزیز من؟ یه جوری حرف میزنی انگاهی که پشت کو اومدم. نخیر آقا، نمیدونی بدون 15 ساله کارم اینه. خیلی باید ببخشین جناب مارلون براندو. ببینم بهت برخورد ها؟ خیال کردی من دست هر کسی دیگری بگیرم بیارم اینجوری بزک تازکش کنم؟ خیلی بهتر از که باشه. راست میگی؟ راه بازم و جاده دراز. بچه میترسونی؟
هر جا برم رو دست میبرن من. بشریت بود من نمیدونم شما دوتا چرا عمد میکنید افندی تو دیگه زکی برو کنار. سلام علیکم. سلام. این ریشتراشو واسه تعمیر آوردم. باش. یه اتو هم قبلا آورده بودم. چه مدلی بود؟ اون دست سیاه هست، قدیمیه. خودتون آورده بودی؟ نه، داداش کوچیکم آورده. گشتیم دور و بر بزنی آماده است. پس من تا نیم ساعت دیگه برمیگردم خدمتتون. قربان شما. چهار هزار میدیم آقا. 5 تا چیکار کنم؟
دوزیدن آروم باش تو رو خدا یه کاری بکن، چرا نمیری دنبالش؟ تو رو خدا یه کاری بکن، بی انصاف، $50,000 دود شد رفت هوا. باشه میرم آقا مرتضا، خودم نوکرتم. اصلا با هم بریم، بذار یه خورده حالت خوب بشه میشه. من حالم خوب شه؟ آره. مگه من چمه آب زیر کار؟ خیال کردی نمیدونم چجوری با چاچول بازی سهم خواهرتو از اون خونه خرابه بالا کشیدی مارمولک؟ مرتضی تو حالت خوش نیست؟ تو هم یه حرفو میزنی؟ آخه چرا من حالم خوش نیست؟ چون رو کپوس کنده حرفامو میزنم اینه میگی؟ نه، ناراحت نشو، عیب نداره، باشه، من ازش عذر میخوام،
خیلی معذرت میخوام آقا رضی، منو ببخش، نوکرتم آقا رضی، کوچکتم آقا رضی، بذار ببوسم آقا رضی، آقا رضی، آقا رضی، قربونت برم آقا رضی، دروغه، به خدا دروغه، بابا من این کارا نیستم، نیستم، واسه این سرم بی کلا مونده که این کارا نبودم. ده ساله چشاتو گذاشتی روی منجوردازی و چه میدونم گلسازی، حرف نمیزدم، خیال میکردی بیغیرتم، زرزر من دلم خون بود، تقصیر خودمه که عرضه نداشتم برم دلالی و دوزی بکنم، فقط تونستم برم باتری از تعاونی بخرم ببرم پشت شهر داری آب کنم. شما که شاهدی، شما که دیدین، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ها؟ نکنه تو هم مثل این دکتره خیال میکنی اینا توهمه ها؟ نه نه، توهم نیست به خدا، توهم دیروز اومده بود عیادتم، دکتره رو میگم، داوری داشت به دستیارش میگفت این بیماری جالبیه، مریض فکر میکنه که در گذشته دور یا نزدیک صاحب گنجی بوده و حالا اون رو از دست داده، این مربوط به تمایلات ارضاء نشده و تحقیرهای دوران کودکی است. دست بردار آقای سکتور، کدوم آدم سالمی تمایلاتش ارضاء شده شما نمره بدبخت شده؟ آقا رو باش، من که داشتم یه جوری با بدبختیام سر میکردم، یهو 50,000 دلار پول بی زبون افتاد تو کیسم، اونم تو بحبوح گرونی دلار که میتونه زندگی به روزی رو رو کنه. بچه هم که تمارزوی همه چی بودن، جون بکنی اون چلی دلالا به من میگن اون چلی. بله من اون چلیم، من اون چلیم، اون چولیم، اون چولیم، اون چولیم، اون چولیم، اون چولیم، اون چولیم، اما دیگه نمیخوام اون چولی باشم. شماها چی؟ شماها که باور نمیکنی نمیخوام باشم. نه دیگه نمیخوام باشم. بذارین پام از اینجا برسه بیرون، دمار از روزگار در میارم. اصلا تمام عمر نقاب میزنم مثل شما آقای باقری. مگر نقاب نمیزدی با پیکانت مسافر کشی میکردی؟ یا تو داوری، مگه دائم نقش بازی نمیکردی؟ اما عجب آب و هوایی داره اینجا، نون نکش آب لوله کش، برنده مادام العمر آقای مرتضی الفت، باورتون نمیشه؟ خدا شاهد 50,000 تا بود، 50,000 تا بود، خدا شاهد 50,000 تا بود. شماها که دیدین سبز شیطونای سبز پریدن، پرواز کردن رفتن تو آسمون. چرا همچی میکنین؟ مگه دوز گرفتین؟ من فقط گناه هم اینه که سالمم. خیلی خوب بابا جان، میرم بذار خداحافظی کنم، بیرون میبینم اتون.